بشر به دست نیامد. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که با برنامه رو در رو هستیم در خدمت شما و خیلی خیلی خوشحال از اینکه امشب هم مثل شبهای دیگر در خدمت شما ایم. امیدوارم که بتونیم با بررسی موضوعات مختلفی که حول حقوق اهل سنت میچرخه در این برنامه گامی برداریم در راه رفع تبعیض از اهل سنت و جامعه اهل سنت رو پویاتر کنیم، به حقوق خودمون آشناتر بشیم و بتونیم توانمون رو در مقابل اینکه یک حرکت مدنی مناسب به دور از خشونت و با احقاق حقوق کسب حقوق اولیه‌مون دنبال بکنیم. بذارید سلام علیکم داشته باشیم خدمت دوست عزیزم آقای نخلمدی، سکاندار برنامه. عرض سلام دارم، سلام علیکم خدمت شما. اگر آقا سخن داشته باشید تا به موضوع بپردازیم. سلام علیکم آقای محمودی عزیز، خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و همچنین دستندرکاران شبکه نور که و تشکر میکنم که این موقعیت رو در اختیار من قرار دادید. سلامت باشید، ممنونم از حضورتون و پشتگرمی که به ما میدید تو این برنامه و اطلاعاتی که منتقل میشید از توسط شما. عرضم به حضورتون که ما یکی از روش هایی که جمهوری اسلامی به کار میبره و در واقع در تاریخ 40 ساله به شدت اینو میبینیم، به کثرت حالا میشه گفت، استفاده گروگانگیری از هموطنان هست به شکل‌های مختلف. حالا نمونه‌هاش رو قطعا امروز یکم بررسی خواهیم کرد. یکی از این گروگانگیری‌ها، اهل سنت هم بی‌نصیب نیستن ازش، به بهانه‌های مختلف گروه‌های فعالین اهل سنت رو به اینکه نمی‌دونم با تهمت به اینکه اینا وهابی هن، نمیدونم اینا تابع فلان هن، برای اینکه بخواد حسابای سیاسی خودش رو با کشورهای منطقهی که میدونن که این چه کشوری هست و چگونه باش برخورد میکنن، برای اینکه بتونه با اینا شاخشون رو بکشه سیاسی بکنه، تو بحثای سیاسیش یا تو درگیرهای سیاسیش وام میگیره از هموطناش. وقتی میخواد با عربستان سعودی کل کل بکنه، یه سری اهل سنت اینجا میگیره، تو زندان میبره، اعدام میکنه، گتره‌ای میکشه که بگه بله من میتونم. ببین اگه چیز کرد دست با من درگیر نشو، با من بحث نکن. یه سری اهل سنت اینجا هستن و یک ظلمی که مظلومیتی که اهل سنتی که نه ارتباطی با عربستان سعودی دارن نه نمیدونم ربطی داره به قضیه سیاسیشون. حالا این برای اهل سنت ما در طول تاریخ این 40 ساله به شکلها و شمایلهای مختلف اینو دیدیم. چرا این کارو میکنه؟ چرا این جمهوری اسلامی اینقدر بی ارزش براش حقوق شهرونداش؟ این عشق هموطن بودن رو ما در همه ایرانی ها میبینیم. چرا از اینا، یعنی آدم دلش میسوزه وقتی یه هموطنش نیاز به کمک داره، تلاش میکنه کمک کنه، نمیدونم راهی برای بهتر زندگی کردنش پیدا بکنه. این همه حب، این عشق هموطن بودن در ایرانیا موج میزنه. مگه اینا ایرانی نیستن، این پیروان ولایت فقیه جمهوری اسلامی؟ والا جان من اجازه میخوام اقداری با یک مقدمی در وارد بحث سوال شما بشم. ببینید اینها شاید اگر بخوام در یک جمله بگم، به خاطری که ما متاسفانه یک جامعه یا یک کشور یا یک مجموعه توسعه یافته نستیم و نیستیم هنوز. حالا یک تاریخچه داره دیگه، تاریخچه ما تقریبا بیش از 100 تا 110 سال هست که ما
وارد حالا اون دوره مدرن شدیم و در واقع در حال یک سری از نمونه ها یا تأثیرات مدرن آمده در کشور ما شروع کرده به نمایان شدن یا رخ برآوردن در کشور ما. اما نهایتا با تمام این اوصاف و وقت خودمون مقایسه میکنیم با کشورهای همتراز خودمون به لحاظ تاریخی، کشورها مثل مالزی، مثل ترکیه، مثل چین، حتی کره جنوبی، اینها کشورهایی که خب در یک دورانی نه تنها ما ایران یک کشور عقب مونده تری نبود، بلکه خب یک کشوری بود که در یک سری از شاخصهاش کشور در واقع روپاتری بود. حالا ما بیش از 10 دوره یا 10 برنامه جامع در طول، چه در دوران پهلوی چه در دوران بعد از انقلاب، 10 برنامه کلی یا پلان ملی داشتیم که این 10 تا کاملا هر 10 تای ما ناکام و بی‌نتیجه بوده، یعنی هیچ کدوم اینا به یک نتایج قرار بوده نرسیده. یک مشکلی وجود داره دیگه، یعنی ما بعد از 100 سال هنوز نتونستیم به یک توسعه یافتگی برسیم که مثلا کشور مالزی در 25 سال رسید، کشور چین در 30 سال رسید، کشورهای مختلف و همتراز ما رسیدن. چرا نرسیدن؟ تو پس ما یک مشکلی که داره بس آموزش ما هست. ما آموزش کاملا 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 اشتباهی در نظام آموزش ما وجود داره. این نظام آموزشی نهایتاً چیزی که تحویل یا برایند هست که با تحویل جامعه میده یک اتی کتولاهایی هستن که اینها برای اون کار، برای اون فعالیت شایستگی کامل رو ندارن. این کتولاها کتولاهای سیاسی هستن، کتولاهای اقتصادی هستن، کتولاهای فرهنگی هستن و کتولاهایی هستن که اینها نه به لحاظ شخصیتی تونستن به یک سفر یا به یک در واقع تعادل و یک شرایط یک چیزی برسن، نرمال برسن، نه به لحاظ تخصصی اینها تونستن. حالا این کوتوله ها رو شما بیان بذار مثلا همین کوتوله ها میان مدیر میشن، همین کوتوله ها میان مثلا وزیر میشن، رئیس جمهور میشن، رهبر میشن و امثال هم، و اینها با همون سیستم ناقص یا سیستم ناکارآمدی که رشد کردن تربیت شدن میان وارد عرصه تصمیم گیری میکنن و خب یکی از نتایجش همین چیزی است که الان ما میخوام در موردش صحبت بکنیم. داستان گروگانگیری اگه بخوام یه مدار شاخص‌تر، چیزهای شاخص‌تر رو بررسی بکنیم، شما از ابتدای انقلاب، یعنی در سال اولی که انقلاب شد، اون سالگردش هم هست دیگه، اگه تو کانال‌ها و فضای مجازی اینا بودیم کلی سر صدا و کلی در واقع تفکر هست راجع به اینکه بحث گروگانگیری یا اشغال سفارت آمریکا در سال 57 یک کار درستی بیان نه. خب ما این جمهوری اسلامی از روز اولی که آمد این بنا رو گذاشت. حالا یک عده میگن آقا در اون زمان جمهوری اسلامی هنوز انقلابی بود، هنوز انقلاب تازه بود، شروع هیجان و احساسات بود و یک سری در واقع مطالبات اجتماعی بود که به خاطر مثلا نفوذ آمریکا در قدیم میشه. خب اینا رو ما میتونیم قبول کنیم، اما بعد از 40 سال جناب محمود میبینیم هنوز هم این داستان ادامه داره. بعد از 40 سال این یک شیوه یا در واقع یک روش برای سیاست ورزی جمهوری اسلامی شده. چرا؟ چون ما حالا ما بله، ما دو مورد حمله به سفارت هم تو همین دوران اخیر داشتیم دیگه، حمله به سفارت عربستان، حمله به سفارت انگلستان. ظاهرا یه شیوه است، یعنی همینجور که میفرمایید این چی میگن اون بی ترمز بودن رو میبالن بهش. دقیقاً ببینید جان، ما در واقع در سیستم آکادمیک یا سیستم واقعی ما برای هر در واقع پدیده یک تعریف داریم، یک در واقع تعریف آکادمیک داریم. وقتی شما میگین سیاست یک علم هست، سیاست یک چیز دلبخواهی نیست، سیاست یک چیز ماورایی نیست، سیاست یک مسئله نیست که شما بلندشون بیاین مثلا با قرائز شخصی خودتون بیان مثلا اینو ترکیب بکنید و بگین خب بس این سیاست یا این نوع روش من میشه سیاست. نه، سیاست تعریف داره، سیاست شگرد داره، سیاست به هر حال یک چارچوب هایی داره که تا شما این چارچوب ها رو نشناسی نمیتونی سیاست ورزی بکنی. همونجور که اقتصاد داره، همونجور که فرهنگ داره، همونجور که هر مسئله دیگری، امروز یک در واقع بک‌گراند یا یک
چارچوب علمی داره، یک پشتوانه علمی داره. اما وقتی که شما نمیشناسی، وقتی که شما با اینها آشنا نیستی، وقتی که مثلا جامعه شما و بسترهایی که شما از اونجا بالا آمدی تناسب نداره با این تعاریفی که امروز در سطح بین الملل در جامعه جهانی وجود داره از تمام مسائلی که از که شما تبدیل میشی به یک در واقع پدیده با پارادوکس های زیاد. پدیده با پارادوکس های زیاد این که مثلا شما میاید در سیستم اقتصادی، ما چون اقتصاد سالمی نداریم، چرا؟ چون مدیران اقتصادی سالم و درستی نداریم و کارآمد نداریم و لایق نداریم، اقتصاد ما تبدیل میشه به یک بازار فساد. اقتصاد ما تبدیل میشه به یک بازاری که شما فقط میتونید با رانت دادن، با رشوه دادن و با فساد میتونید اقتصاد رو جلو ببرید. حالا جمهوری اسلامی خیلی فشار یا در واقع تبلیغ میکنه ما فساد از بین میبریم. اگر این فساد یا از این شیوه حکومتداری یا این شیوه مدیریت رو از جمهوری اسلامی بگیری، چرخاش باز وای میسته جناب معمولی، چون با همین شیوه فقط میتونن اقتصاد رو جلو ببرن. خب وقتی که شما در اقتصاد تبدیل به یک جای میشی که برای که شما کار را بیفته باید بیرون مثلا رشوه بدید، برای که بتونی مثلا یک قدم جلوتر برداری در اون کاری که داری و هدفی که داری باید بری به قول کلی امتیاز بدی، امتیازهایی که امتیازهای غیر قانونی هستن، امتیازهای غیر معقولی هستن، امتیازهای غیر مستحق نیست این امتیازها. خب در سیاست هم همین ناکارآمدی هست. در سیاست هم چون شما علم سیاست رو نمیدونید، چون شما بلد نیستی، چون شما میای اشتباهاً سیاست رو با ماورا و نمیدونم با ایدئولوژی خودت و با خیلی چیزهای دیگه و با عزت معدی و با جای جمکران و با این چیزها میای قاطی میکنی، این سیاست ناکارآمدی است. حالا تا زمانی که در کشور خودت هستی، در سیستم مجموعه خودت هستی، میتونی یک جوری سرتش رو هم بیاری. اما وقتی شما میایی در واقع این رو میایی در کاتگوری یک جامعه جهانی میایی انجام میدی، خب این غیر قابلیه، چون شما بلد نیستی با سیستم، با در واقع با شیوه های بازی رو بلد نیستی، احکام بازی رو بلد نیستی و نمیتونی درست در واقع دیپلماسی درست داشته باشی، سیاست بازی درست داشته باشی، میاری رو میاری به اینکه بیای گروگان بگیری. شما بجای که بتونی صحبت بکنی، از امتیازهایی که داری، از پتانسیل‌هایی که داری استفاده کنی برای امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، شما این کار رو بلد نیست یا امتیازی نداری، بعد میای گرگان میگی. دقیقا همون کاری که شما در 400-500 سال قبل هم جامعه بشری انجام میداد. ای طایفه از اون طایفه گرگان میگه، میگه من قاعده بده چیز کنی، یا این آدم ربایی که انجام میده. ما و بسیار هم داریم متاسفانه، یعنی چیزی نیست که ما بیم بگیم بر اساس یک نمونه ما داریم این حرف رو میزنم. عرض کردم از سال 57 سفارت آمریکا رو گرفتن، گروگان گرفتن. در دهه 60 ما از کشورهای اسکاندیناوی دو سه بار گروگان گرفتن. در بحث قطعهای زنجیری از زمانی که این قطعها بعد از میکونوس رو شد، اروپا آمد شروع کرد به موضع گیری کردن و به ایران اخطار داد. برخی از شهروندان کشورهای اسکاندیناوی در ایران گروگان گرفتن برای که جمهوری اسلامی میخواست با این کار مثلا کاری بکنه که اونها با دوره چشم‌پوشی بکنن، ولی خب افکار عمومی این کار رو نکرد و فشار آورد و دولت‌ها در واقع مجبور شدن که موضع محکمی بگیرن و این گروگانگیری هم برای جمهوری اسلامی ناکارآمد بود. اینجور که شما می‌فرمایید، این بیماری که ما در واقع ما کشوری داریم که سیاستش بیماره، اقتصادش بیماره، سیستم آموزشش بیماره و همینطور که می‌فرمایید و به درستی هم هست، اینه که این نشأت گرفته از مدیرانی هستن که بلد نیستن چی کار بکنند. علتش هم اینه که با تعهد اومدن رو کار، نه با تخصص، نه با شایستگی. اما یک موضوعی که شما مثلا توی قضیه گروگانگیری سفارت آمریکا می‌بینید، خب میگن اینا غریبن، اینا نمیدونم، ولی الان ما داریم می‌بینیم از خود ایرانی‌ها رو گروگان میگیرن برای اینکه امتیاز بگیرن از کشور. این قضیه دیگه خارج از عرف انسانی هست. یعنی حالا نمیدونم، تو با دشمنت، آمریکا دشمن ماست، داره برای ما توطئه میکنه، من یه آمریکایی اگه اومد نمیدونم، توجیه پذیر نیست. البته این در قضیه سیاسی ها ممکنه این تصوره بیاد که حالا به یک شکلی ما بتونیم اینجوری ذره چشم بگیریم، ولی اینکه هموطناتو بگیری به عنوان گروگان و پوز بدی بهش، بعد تو مسائل تو بحث سیاسی پیش بی، این دیگه این کجای دلمون بذاریم؟ قولن آخه اینا بالاخره اگه روحی انقلابی هم هست تو این
مدیران یه ذره هم این بوی هموطن بودن حذف شده، یک جایی نیست ظاهرا دلشون برای هموطنشون نمیسوزه. الان ما خیلی از این حالا در کنار 150 زندانی اهل سنت که الان درگیرن به خاطر همین مسائل با دادگاه های 5 دقیقه انداختنشون زندان، فقط و فقط به خاطر اینکه از ابتدا بهشون گفتن اصلا این حکم برای شما صادر شده دیگه، حالا دادگاه فقط نمایشیه، یه شکلی از این شکل برخورد بوی انسانی ازش حذف شده دیگه، سیاست هم پشتش نیست. آخه چرا تبدیل شدن این مدیران جمهوری اسلامی به این گونه افرادی؟ چه عنصری باعث شده که انسانیت هم ازشون رخت بر ببنده؟ خب من هم صحبت که شما فرمودید کاملا درست است. یعنی ما ناکارآمدی ما و ناکارآمدی مجموعه حاکمیتی ما فقط در یک حوزه نیست، یعنی ما در حوزه‌های مختلف هست که این مشکل رو داریم. حالا شما وقتی که ما یک اصطلاحی داریم حکمرانی بد، حکمرانی خوب و حکمرانی بد، حالا حکمرانی خوب و بد به بحث بسیار بسیار طولانی هست به نظر من، حداقل یک برنامه رو میشه در مورد این اصلا اختصاص داد، اما خلاصه داستان این هست که شما در حکمرانی خوب میتونی از مؤلفه هایی که در یک اجتماع وجود داره استفاده کنید. این مؤلفه ها میتونه فرهنگی باشه، میتونه زبانی باشه، میتونه نژادی باشه، میتونه هر مسئله دیگه، میتونیم ما از مؤلفه هایی که موجود هست استفاده کنیم و همچنین در واقع ایجاد یک مؤلفه های جدیدی در راستای ایجاد یک همراستایی و همگرایی ملی ایجاد بکنیم. خب شما وقتی که این کار رو بتونی انجام بدی، خب این فقط در یک مسیر یا در واقع در یک ایته نیست، شما باید در حوزه های مختلف حکمران ما یا حکمرانان انسانهای فرهیخته و دانایی باشند، در حوزه های فرهنگی، در حوزه های نمیدونم اجتماعی، در حوزه های هنر و همه حوزه که بتونن همه اینها رو به خدمت بکنن و یک در واقع محوری درست کنن برای که همه جامعه بتونن بر اساس اون محور بیان و خودشون رو شهروند اون کشور بدونن و به اون ملیت افتخار بکنن. خب حالا وقتی که شما یک حکمران خوب هستی، یک تجربه ها یا در واقع یک پتانسیل ها یا یک پسنداز های هر جامعه داری، پسنداز ها تاریخی هست، این پسنداز ها عرض کردم تنوعات قومیتی هست و خیلی چیزهای دیگه هست که شما میتونی یک نگاه یا میای یک نگاه واقع بینانه به اینها میندازی و بعد اینها رو میای یک تعریف یا یک شکلی از در واقع موجودیت اینها میدی و بعد تبدیل میشه او در واقع و یک ساختار میذاره و این ساختار تبدیل میشه به یک بیس برای اینکه جامعه و مردم بیان در این ساختار قرار بگیرن و خودشونو در واقع یک شهروند یک کشور تلقی بکنن. خب شما وقتی این کار رو نمیتونی بکنی، شما اتفاقی که میفته این هست که شهروندان شما نمیتونن در واقع احساس هویت مشخصی داشته باشن، اینها نمیتونن بیان و در واقع احساس بکنن که مثلا فرض کنن در زیر مجموعه یک حکومت یا قدرتی هستن که این قدرت در واقع به فکر اینها هست، دلسوز هست، آگاه هست، دانا هست و به هر حال خیرخواه هست. وقتی این اتفاق نمیفته و یک عدم امنیت یا عدم اعتماد بین شهروند و بین قدرت به وجود میاد، این نگاه های در واقع بی‌اعتمادی یا نگاه های سوء ظن‌دار بین دو طرف همیشه ایجاد میشه یا تقویت میشه، یعنی مردم نسبت به قدرت احساس سوء ظن دارن، قدرت نسبت به مردم حالا سوء ظن، حالا این سوء ظن قدرت نسبت به مردم به تناسب حالا اون ویژگی های مخصوصا در حکومت های ایدئولوژی مثل جمهوری اسلامی ایران، حتی سوء ظن ممکنه به نزدیکترین آدم هایی که حتی با ایدئولوژی این سیستم هم سازگار هستن و معترف هستن، این سوء ظن وجود داره تا با یک مثلا اقلیتی که به لحاظ اعتقادی، به لحاظ زبانی و به لحاظ نژادی هم با این ایدئولوژی و با این سیستم همخوانی نداره، این سوء ظن فرق می‌کنه. یعنی ممکن جمهوری اسلامی الان به یک مثلا شهروند مثلا تهرانی فارسی زبان مثلا فرض کنید اهل تشیعی که شفیه میندازه و مثلا فرض کنید به ولایت فقیه هم قبول داره
باز هم یک درصد از سوءظن براش وجود داره. به یک مثلا شهروند بلوچ مثلا فرض کنیم که با زبان بلوچی صحبت کنه، اهل سنت هم هست در یک جای مثلا کوره دهات خیلی دور هم زندگی کنه، به اون هم سوءظن داره. و چون نمیتونه، میدونید، چون نمیتونه اطمینان، ابزارشو نداره، دانششو نداره، نمیتونه چیز ایجاد بکنه، این اعتماد رو ایجاد بکنه، شروع میکنه از ابزارهای غیر معمول استفاده کردن. ابزارهای غیر معمول هم که شما فشار میاری، تهدید میکنی، ارعاب میکنی، به قول شما میاد به گروگان میگیری و از روش های استفاده میکنی. این روش ها معمولا متداول نیست، فقط در سیستم های ناکارآمد هست، سیستم های بیمار هست، سیستم های فشل هست که شما از این روش ها استفاده می کنید. سیستم هایی که یک قدرتی با یک هسته قدرت وجود داره و این هسته قدرت با تمام قوای خودش، با پولی که داره، اسلحه داره و تمام سیستم های امنیتی که داره، به دنبال این هست که مردم رو مرعوب بکنه، جامعهش رو مرعوب بکنه. و براش مهم نیست که این جامعه راندمانش میاد پایین، این جامعه دچار در واقع یک سری پریشانی هایی میشه، این جامعه آینده خودش رو از دست میده، امیدهای خودش رو از دست میده. این براش مهم نیست، طبیعتا فقط براش مهم هست که در این لحظه و در این زمان بتونه بر اون عرکه قدرت خودش بمانه. تا چه اندازه این شکل، این سیاست مریض، این حکومت فشل ناشی از ایدئولوژی بودن این حکومت هست؟ یعنی اینکه چون یک نظام ایدئولوژیک در ایران هست، هیچ چیز دیگری رو ارجحش، ترجیحش در همه چیز اینه که این ایدئولوژی فراتر از هر چیزیه و باید این باشد، این ولایت فقیهه که باید وجود داشته باشه، اعتقاد به ولایت فقیه. هر کس که چیزی غیر از این بگه، حتی اگر یک روزنامه نگار باشه و یک کار طنز انجام بده، یک کاریکاتور بکشه، باید حذف بشه. هموطن باشه، غیر هموطن باشه، اصلا معنایی نداره. این نگاه ایدئولوژیکی تا چه اندازه تأثیر داره تو این گونه برخوردهای گروگانگیری که ما شاهدش هستیم، حالا از اهل سنت و غیر اهل سنت اتفاق میفته؟ خب به نظرم بیس داستان همین هست، اصلا همین هست، یعنی به حال بخش عمده از این داستان همین هست. اما در واقع ما میتونیم یک پرانتز هم باز کنیم، بگیم یا یک سوال مطرح کنیم، آیا اگر جمهوری اسلامی فردا برود، ما میتونیم امیدوار باشیم الزاماً یک حکومت و یک قدرتی با ویژگی‌های استاندارد و سرکار خواهد آمد؟ و این سوال به نظر من برمیگرده به اینکه ما بیایم بررسی بکنیم، ببینیم اصلا خود جامعه ما به لحاظ فرهنگی، به لحاظ در واقع تربیتی، با خودش چند هست. اگر ما یک جامعه درست سالم داشته باشیم، میتونیم امیدوار باشیم اگر پارامتر ایدئولوژیک بودن یا این شکل از حاکمیت برطرف بشه، جامعه ای ما این پتانسیل و این امکان و این چیز رو داره، شرایط رو داره که یک حکومت با یک ویژگی‌های بهتر رو بیاره. اما عرض کردم، ببینید، ما بحث آموزش یک بحث کاملا اثبات شده ای هست. این سیستم آموزشی که ما الان داره، ببینید، ما خب به هر حال جامعه یک سیستم آموزشی داریم، در سیستم آموزشی ما برخلاف تمامی سیستم های آموزشی بقیه دنیا، فکر کردن یا تفکر کردن رو به دانش آموز یاد نمیدن. شما در تمام در بخش عمده از کشورهای دنیا وقتی میرین، تا زمان نزدیک مثلا تا دوران متوسط، تا در تا علوم در واقع آموزش عالی، کاری که به دانش آموز ها محصل میکنن این که بهش یاد میدن چگونه فکر بکنه، چگونه درست فکر بکنه، چگونه تصمیم بگیره و چگونه در واقع نقش خودش رو در جامعه پیدا بکنه و خودش رو در جامعه پیدا بکنه و چگونه بتونه یک عنصر موثر، مثبت و تاثیرگذار باشه. این یک آموزش هست، این چیزی نیست که غریزی باشه، این چیزی نیست که شما بتونید ببینید خب حالا هر یک انسان زاده شد اینا در وجودش هست. نه، اینها باید کاملا اکتسابی هست، کاملا آموزشی هست. شما وقتی که این چیزها رو در دوران آموزش، در دوران تحصیل به بچه ها یاد نمیدن، ما معمولا جامعه ما تبدیل میشه به کسانی که حالا ما افتخار میکنیم که آقا ما مثلا در دوران تحصیل به بچه ها مثلا صنعت یا مثلا فرض کنیم دانشمند شدن رو یاد میدیم، ما علم رو به بچه ها یاد میدیم، حالا اگه فرض بکنیم علمی وجود داره،
یاد گرفتن علم یک بخش یا یک در واقع بخش حتی مختصری از اون رسالت آموزش هست. اینکه شما قرار هست این علم رو چگونه استفاده بکنی، در کجا استفاده بکنی و به چه شکل استفاده بکنی، این خودش یک هنر دیگه هست، یک بخش یا بیس بسیار بسیار کلان و مهمی در آموزش هست. عرض کردم اینجا در واقع یک چیزی دارن در واقع کاملا هم با همین محتوا که ما باید به فرزندانمون فکر کردن و تفکر کردن رو یاد بگیم. حالا ما در جامعه ما متاسفانه نیست، در شما وقتی به نظام آموزشی مراجعه میکنید مثلا میبینید شما میان در نظام آموزشی میان، همین چند روز پیش چیزیش بود دیگه، حالا در آمد که آمدن در دوم دبیرستان کتاب ادبیات فارسی یاد نمیدن، در مقطع دبیرستان یک جای کتاب های مثلا فارسی رو برداشتن، نمیدونم یک شعر حافظ رو برداشتن، شعر آقای مثلا فرض کنین سورت سپیری رو برداشتن، شعر آقای شاملو رو برداشتن، اینها رو برداشتن به جاش یک شعری در متن آقای حجتی شهید حجاجی گذاشتن، به جاش یک مثلا فرض کنین چیزی از حدیثی از مثلا فلان امام آوردن. خب در این سیستم آموزشی تنها چیزی که ارزش نداره، به والله تنها چیزی که ارزش نداره این که محصول این سیستم آموزشی چی میخواد بشه. در این سیستم آموزشی نگاه کلان وجود نداره که این فرزندی های کودکی که الان از اینجا داره از این سیستم از این در ماشین آموزشی میخواد بیاد بیرون، این فردا قرار است اقتصاددان بشه، این فردا قرار هست سیاستمدار بشه، این قرار هست فردا هنرمند بشه، این فردا اصلا قرار هست چرخ این مملکت رو بچرخونه. شما میتونین به صورت تئوری به یک نفر چهار تا کتاب مثلا علوم سیاسی بدین بخونه و در اونا رو حفظ بکنه بره امتحان بده، شما میتونین چهار تا کتاب علوم اجتماعی بدین، شما میتونین مثلا چند تا رفرنس هنری بدین، اما وقتی که به بچه ها فکر کردن یاد ندادن، وقتی به بچه ها تاریخ خودشون رو یاد ندادن، وقتی به بچه ها هویت که هستن اینها رو یاد نمیدن، وقتی اونها رو وادار نمی کنن تأمل بکنن که کی بودن و کی هستن و کی باید باشن، اینها ته داستان تبدیل میشن وقتی که از تیر میان بیرون تبدیل میشن به یک شهروندان یا انسانهایی که اینها قدرت درست تصمیم گرفتن ندارن. وقتی قدرت درست تصمیم گرفتن نداشته باشن یا محمودی و این رو شما بیایید ترکیب بکنی یا عد بکنی با یک مثلا سیستم ایدئولوژی، یعنی یک ساختار ایدئولوژی، این آدم هایی بیا بذاری توش چه تنگی یک آش شعله قلمکار میشه که واویلا. حالا ما ببینیم سیستم ایدئولوژی هم برداریم، ما یک نقصان دیگه هم داریم، ما یک در واقع تربیت شدگان ناقصی هستیم که خب در یک سری حوزه ها در یک سری مسائل که ما مشکل داریم دیگه. ما بخشی از اتفاقاتی که الان در جامعه ما میفته و حالا معضلات اجتماعی که هست که ما میفته الزاما همش ما جمهوری اسلامی نیست، یک بخشش در واقع همون تفکر نکردن هست، همون بلا تکلیف بودن هست، همون یک چیز. من امروز برعکس یک مطلبی رو توی کانال بودم گذاشتم در مورد اینکه ما متاسفانه به یک جایی داریم میرسیم جامعه محمودی که امروز جوان ما بیرون با موقعیت ها در واقع اصطلاحا یک جامعه شناسی هست یک صحبت جالب میگه، میگه وقتی که شما موقعیت ها در امکان ها و موقعیت ها در هر جامعه ای دو حالت داره، یا موقعیت های متعارف است یا موقعیت های غیر متعارف است. موقعیت های متعارف چیزهایی است که مثلا شما موقعیت شغلی میخواد پیدا کنید، موقعیت مثلا یک سری شانس ها میتونن برات بیارن، و یک چیزهایی که مثلا فرض کنیم که خیلی شاید مثلا فرض کنیم چیزهای عجیب غریب نیست، شما میتونی یک شغل داشته باشی، میتونی مثلا یک وامی بگیری بر اساس اون سطح مادی که داری و امکانهایی که برات وجود داره. یک سری چیزها غیر متعارف هست، مثلا فرض کنید شما یک فرزند یک آقازاده ای هستی که نه سواد درست حسابی داره نه لیاقت درست، یه گویی میشه مشاور مثلا 4-5 تا مؤسسه مثلا اقتصادی و بیزینسی، شما مثلا فرزند فلان آخون یا فلان روحانی هستی یه گویی میشه مثلا رئیس فلان بانک یا میشه رئیس فلان مجمع فلان، شما اینها در واقع موقعیت های غیر متعارف هست. بعد در این در واقع نوشته خودش این شخص بیاد آقای جامعه شناس بیاد میگه آقا جامعه عادلانه یا عدالتی هست که این موقعیت های غیر متعارف نباشه، اما اگرم هست همه افراد بتونن از این موقعیت های غیر متعارف استفاده بکنن دیگه، یعنی حتی اون هم به صورت عادلانه بین همه افراد توزیع بشه.
امروز جناب محمودی، ما یک مسئله که ما رو خیلی وقت هم هست ذهنم درگیرش این هست که ما امروز با چند وقت پیش من یادمه مثلا وقتی با بچه ها صحبت میکردم، خب میامدن میگفتن که آقا ما مثلا موقعیت شغلی عادلانه نیست، توزیع ثروت عادلانه نیست، نمیدونم یک سری امکان ها عادلانه نیست و درست هم هست، ادراک درست هست. امروز گاهی وقت آدم میشنوه، گاهی وقت های زمزمه هایی هست که اگر اختلاطی میکنن نمیگن چرا اختلاط، میگن که چرا ما نتونیم اختلاط بکنیم، چرا ما نتونیم مثلا جز اون سهمیه هایی که مثلا بتونه مثلا بدون لیاقت هستن، لیاقتشو ندارن میرن واسه دانشگاه، چرا ما جز اونها نباشیم؟ دقیقاً امروز یک برنامه رو توی تلویزیون ایران دیدم با یکی از کسایی که یکی از اختلاس ها رو لو داده بود، فکر کنم ماره به خاطرم نیست الان، یکی از اختلاس ها رو لو داده بود، بعد میگفت اصلا بهم میگفتن خب میدادیم ما میخوردیم، چرا لو دادی؟ یعنی دوستاش هم میگفت اصلا فرهنگه یک جوری شده که حس میشه دقیقا به در تایید فرمایشات شما، یک جوری این بیماری مصری در واقع همه جامعه رو گرفته که هیچ کس نمیتونه کار درست انجام بده. اگر که اجازه فرمایید آقای فرشید از تهران پشت خط هستند، ارسلام دارم خدمتتون. آقای فرشید از تهران، در مورد گروگانگیری و شیوه غیر منطقی سیاسی در واقع در ایران صحبت میکنیم که هموطنانمون رو به عنوان گروگان میگیرن برای برخورد با برخوردهای در چالش‌های سیاسی با کشورهای مختلف جهان. این روش رو تا چه اندازه درست میدونید و مشارکتتون رو میشنوید؟ درود عرض میکنم خدمت شما کارشناس محترمتون و مخاطبان. من اولش اعلام کنم به هیچ وجه من مدافع، یعنی وکیل مدافع حکومت جمهوری اسلامی نیستم. من داشتم برنامه‌تون رو میدیدم، احساس کردم که یه سری از فرمایشات جناب کارشناستون خیلی دقیق نیست. حتی شما هم الان به یک فکتی اشاره کردید که خیلی دوست دارم اون فکت رو بدونم. من عرضم اینه، اولا در همه جای دنیا با کسی که با منافع ملی بخواد بازی کنه در همه جای دنیا قطعا برخورد میشه. یک نمونه شما بگید که کسی با منافع ملی کشوری، من خواهش میکنم منو قطع نکنید آقای محمودی و جوابمو بدید، بذارید یه مکالمه صورت بگیره تو عربتون، یه کسی هم حالا خلاف شما داره حرف میزنه اشکال نداره. خیلی خوبه که این تریبون هستا، ای کاش تو ایران بود، ای کاش ملت ایران هم میتونستن به تلویزیون ملیشون زنگ بزنن و همینطور که شما به راحتی دارید صحبت میکنید میگفتن، حداقلش این بود که یک ذره این رفراندومی که همه آرزو دارن در موردش صحبت بکنن درداشون رو بگن. چقدر خوبه نه این چقدر خوبه این تریبون، کاش میگفتید به دوستانتون تو ایران هم انجام میدادن این کار رو. بعد در خدمتتون هست. خیلی خوبه آقای محمودی، این به شرط اینکه اولا شما منت ندارید سر ما که دارید صدای ما رو پخش میکنید. نه دیگه، میکروفون دادیم خدمتتون، برای چی منت نذاریم؟ این اتفاق نمیفته همه جا تو تلویزیون ایران. ما دوست داریم تو تلویزیون ایران صحبت بکنیم. بفرمایید، در خدمتتون هست. ثانیاً درود بر شما که اجازه میدید کسی صحبت بکنه، پس اینو تو عمل هم نشون بدید، بذارید یه دیالوگی بین ما برقرار بشه و مخاطب نتیجه بگیره. عرض من این بود، از بحث دور نشیم. اساساً در هیچ جای دنیا به کسی که با منافع ملی یک کشوری بازی کنه به هیچ وجه رحم نمی کنن آقای محمودی. یک مثال بزنید، بگید در فلان کشور فلان آقا با منافع ملی کشورش بازی کرد، اقدام به بازی کردن کرد و اون کشور باش برخورد نکرد. آقای ویکیلیکس و همین چند وقت پیش مدیر ویکیلیکس رو از سفارتشون بیرون کردن، آقای خاشقجی رو تو سفارتشون قطعه قطعه کردن. این چه حرفیه که شما میزنید؟ آیا دولت ایران با کسایی که علیه منافع ملی صحبت برخورد میکنن با اینها درست برخورد میکنه یا نه؟ من یه موردی که یه موردی که شما من یک دوست عزیزم، یک موردی که شما شاید بهش توجه نکردید که این حجم این جمعیتی که علیه منافع ملیشون دارن کار میکنن به قول شما تو ایران خیلی زیاد شده.
شما به انگشت دارید، به انگشت دارید ببینید، شما الان به عینه دارید اسم دو نفر رو میارید که شاخص اتفاق افتاده و یه به همون جایی که شما میفرمایید مثلا علیه منافع ملیشون کار کردن و چوبشو خوردن. خب این چیزی که شما دارید میگید، ولی ما تو ایران فعالان محیط زیست رو میگیرن به خاطر منافع ملی. آخه این کی به چرا باید ببینید زندان ها چقدر پره تو ایران؟ مگه همه هموطنای ما علیه منافع ملی دارن کار میکنن؟ پس یا منافع ملی که شما دارید اسم ازش میبرید اشکالی توش هست؟ چرا اینقدر جمعیت دستگیر شدگان و گروگان های، چرا زندان های ما پر از زندانی های سیاسی است؟ هم تهمت از همین چند روز پیش یه کاریکاتوریست رو گرفتن به خاطر اینکه طنز نوشته. بابا جمهوریه، دموکراسیه، اگه نخواد طنز هم نخوان بنویسن اسمش علیه منافع ملی، یک پسفند علیه منافع ملی بهش میچسبونن. آقا یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، تمام زندان‌ها ایران پره. فعالین اقتصادی طرف مشکل حقوقش رو ندادن، کارگره اعتراض کرده گرفتنش که تو علیه منافع ملی داری کار میکنی. آخه یه اشکال یک جایی هست، یک منافع ملی، این منافع شاید خوب توضیح داده نشده، یا همه مشکل دارن فقط جز اون خودی هایی که منافعشون مطرح هست و نمیخواند مشکلاتی براش پیش بیاد. فکر نمی کنید این یه ذره حجم، در مورد حجمش بفرمایید، چرا اینقدر تعداد زیاده تو ایران؟ درود بر شما. در مورد حجمش خیلی مثاله خوبی زدید جناب محمودی. در مورد فعالانی که شما میفرمایید، به همون دلیلی که شما ادعا دارید اونها سیاسی نیستن، حکومت ایران ادعا داره که سیاسی هن. من تصورم اینه شاید در حکومت ایران هم اشتباهی باشه، شاید هم نباشه، من که مسئولیش نیستم که الان چیز کنم. که من یه نکته بگم، شما که اینقدر نگران تعداد زندانیان جمهوری اسلامی هستید، چرا نگران زندانیان عربستان سعودی نیستید؟ بله خب این ببینید، اگر اجازه بفرمایید، اصلا این روند سوال با سوال پاسخ دادن یک روند نخنما شده است. من چی کار دارم تو عربستان سعودی داره چه اتفاقی میفته؟ من چی کار دارم تو آمریکا چه اتفاقی میفته؟ من تو وطنم داره مشکل، مردمم مشکل دارن، این مشکل رو باید با هم حل کنیم، من و شما که فارس زبانیم و ایرانی هستیم. اگر نتونیم مشکل رو حل کنیم هی بندازیم گردن. ببین اگر اشتباه هست، اگر این کار عربستان سعودی اشتباه هست، چرا تو ایران داره اتفاق میفته؟ ما نمیتونیم توجیه کنیم به خاطر اینکه در کشورهای دیگه وجود داره ما هم این کارو بکنیم. هزار کشور دیگه من اسم میارم براتون که این منافع ملیشون رو دقیق طراحی کردن، براش صحبت میکنن. ما هنوز مشکل داریم در مورد جرم سیاسی، نمیتونیم تصمیم بگیریم تو ایران، تصویب نمیشه این قضايا، یک کسایی نمیخوان حل بشه. میدونید اگر ای کاش گفتمان در همین حالت بود و میتونست نتیجه بخش باشه. من صحبت پایانی شما رو میشنوم و باهاتون خداحافظی میکنم برای اینکه بتونیم توضیحات دقیق‌تر رو از استاد نخل احمدی بشنویم. بفرمایید. خواهش میکنم. اولا که خود رسالی هم در پاسخ عرایز بنده سوال مطرح کردید، یک. دوم، من اساسا نخواستم بگم چون در عربستان سعودی هست پس در ایران هم هست. من عرضم اینه، من میگم در همه جای دنیا تعاریفی برای منافع ملی وجود داره و اون تعاریف با توجه به فرهنگ، با توجه به مقتصاد، با توجه به نژادها، با توجه به عرف فرق میکنه. شاید یه جاهایی به قول شما اشتباهاتی شده باشه که کما این که بعدش انقدر حکومت ایران جرأت داشته که اومده گفته من عذر میخوام. اما من بعید میدونم آقای محمودی مثلا کسی بیاد علیه خود شما چرا محمودی یه زمانی از داعش توی این شبکه حمایت میکردید، حاضر دارم عذرخواهی کنید؟ ما هیچ وقت دفاع نکردیم، اگر کردیم عذر میخوام. من جرأتشو دارم چون نکردم این کارو. هیچ شبکه‌ای از شبکه‌های اهل سنت فارس زبان این کارو نکردن. هر آنم بیایید بگید این داعش بودن یا نبودن ما هیچ
مشکلی حل نمیکنه. اصلا من داعشی، بیا منو بگیر، بیا منو بکش، بیا نمیدونم. شما دارید با خود مردم ایران همون کاری میکنید که داعش میکرد. آخه این رفتار، رفتاری که تو ایران داره اتفاق میفته، چرا نمیخواید باور کنید؟ چرا نمیخواید ببینید؟ بیننده ها میدونن، مردم الان اطلاع دارن، شما نمیتونید اینا رو پنهان بکنید. اصلاح بکنید مشکل رو، مسئله رو حذف بکنید. نمیتونید بگید که حالا یه اشکالی هست، مگه داعش شما هی نمیدونم ما رو وصف بکنید به وهابیت، ما رو وصف بکنید به عربستان سعودی، ما رو وصف بکنید به داعش بودن. چرا؟ چون داریم یه حرفی میزنیم که به تو به شما ببخشید، به شما خوش به مزاج شما خوش نمیاد. داریم یه چیزایی رو افشا میکنیم که شما دوست ندارید مردم بدونن، و این باعث میشه که حالا هی تهمت بزن، هی نمیدونم. بحث ما این نیست، بحث ما این است که یک مشکل، آیا اگر این مشکل وجود دارد در ایران، این مشکل رو باید حلش بکنیم. ما باید بگیم به عنوان رسانه، شما به عنوان مسئول باید حلش بکنید، باید ببینید که این چجوری میشه حلش کرد. بیایید دست در دست هم، رسانه های داخلی خارجی، بابا کشورمون دچار مشکل هست، این مشکلات رو میشه رفعش کرد. چرا اصرار بکنیم؟ چرا تاکید ای مصرانه در موقعیت خودمون دفاع بکنیم از موقعیت اشتباهی که داریم و هی رشد بکنه این قضیه؟ الان شما ببینید مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات سیاسی داریم، زندان‌ها پر از زندانیان سیاسی است، ولی شما دارید دفاع می‌کنید از این قضیه، میگید اینا همش علیه منافع ملی است. من نمیدونم، امیدوارم که گفتگوی خوبی بود، خیلی متشکرم از اینکه صبر و حوصله کردید، همین که پذیرفتید که احتمالاً اشتباهات اونجا هست. امیدواریم که یه روزی حل بشه. تمام تلاش ما برای این هست که ببینید ما در توانمون نیست که تغییرات ایجاد بکنیم. به عنوان رسانه فقط میتونیم گفتگو ایجاد بکنیم، راجبش حرف بزنیم، تریبون آزاد بذاریم، شما بتونید حرف بزنید و منتقل بکنیم این رو به امید اینکه حل بشه، وگرنه در توان ما نیست. ما شب و روزم بگیم که این مشکل در ایران هست، تا مسئولین ایران نخوان، تا این اتفاق مردم ایران نخوان، این تغییر نخواهد کرد. پس با کمک هم حلش بکنیم. فقط این درخواست ما این است که با این بیان این موضوع به دنبال این هستیم که روزی این مشکلات از وطن عزیزمون رخت بر ببنده. فقط و همین. خدا یار نگهدارتون، شبتون بخیر. خب استاد نخلمدی، ببخشید من چون ایشون خواستن که گفتگو دو طرفه باشه، من سعی کردم که این گفتگو رو با همونطور که هست باشه، و شاید یه جایی دخالت کردم در از طرف شما شاید صحبت کردم و نباید این اتفاق می افتاد. من عذر میخوام، در خدمت شما هستم. صحبت شما رو، توضیحات شما رو در مورد این توضیحاتی که دوست عزیزمون دادن میشنویم. خدمت شما هست که حالا ما بعدش صحبت کردیم راجبی که جان محمود، ما متاسفانه ما به ما یاد ندادن فکر بکنم. دوست عزیزمون خب حالا شاید خیلی به قول نیک بود و خیلی به جا بود تماس جون. اینکه شما ایشون حاضر نیست، حالا یا به خاطر منافعش هست یا بخواد واقعا حاضر نیست بپذیره و فکر بکنه که خب حالا واقعا آیا این حرف دایی که داره میکنه درسته یا نه. ایشون بحث بارها تاکید کرد، بحث منافع ملی. من خیلی دوست داشتم ازشون بپرسم که آقا در جمهوری اسلامی منافع ملی چی تعریف شده؟ در جمهوری آقا من یک شهروند هستم، حق داره، هر شهروندی هر جای دنیا حق داره بفهم منافع ملی چی هست، در حکومتش چه چیزهای به عنوان منافع ملی هست. آیا منافع ملی تعهد به ولایت فقیه، آیا این جزء منافع ملی هست؟ اینا محدودی که الان بالای 65% مردم ما به گواه خود مجلس شورای اسلامی، 65% مردم ما زیر خط فقر هستن، این منفعت ملی ما هست. آیا منافع ملی هست که به قول چند وقت پیش بانک جهانی اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از 16 میلیارد دلار، بیش از 16 میلیارد دلار فقط به گروه‌های در سوریه و عراق جمهوری اسلامی کمک کرده، در شرایطی ما در سخت‌ترین شرایط تحریم آمریکا هستیم، اینا هم در 16 میلیارد دلار در شرایطی که شما کل در بهترین حالت کل پول نفتی که ایران می‌فروشه در یک سال 30 میلیارد دلار هست، بعد ما میایم 16 میلیارد دلار فقط به یک قلم به سوریه و به در عراق به هشت و شبیه اینها کمک می‌کنیم. آیا این منافع ملی هست؟ آیا این که ما در سال جناب محمودی بیش از 400 هزار دانشجو و نخبه ما از ایران دارن فرار میکنن،
این یک فاجعه است، فرار میکنن. رقمی که گفتن نزدیک به، تا الان نزدیک به 150 میلیارد دلار ما ضرر خوردیم از این مسئله. دانشجوی دکترایی که به قول وزارت علوم تا وقتی که این دکتراش گرفته نزدیک به 2 میلیارد تومان این هزینه شده براش، این دانشجو میاد بعد از اینکه قرار است این راندمان داشته باشه ساکشو جمع میکنه میره یک کشور دیگه و تمام و هزینه و تخصصی که این از جیب این مردم شده این میره و در یک جای دیگه این تخصصشو ارائه میده. این آیا منافع ملی هست؟ آیا این که مثلا فرض کنیم به قول شما میان یک دانشمند، یک کارشناس محیط زیستی که میاد راجع به یک مسئله بسیار ساده ای میاد اظهار نظر میکنه، این رو میگیرن و میگن این جاسوس بوده باید اعلامه، حکم ارتداد میزنن بهش، الحاد میزنن بهش، آیا این چیز هست؟ این منافع ملی هست؟ اگر اینها منافع ملی هست ایشون باید و امثالشون بیان تعریف بکنم ما قرار هست با این شکل از من یا این تعریف از منافع ملی به کجا برسیم، به کجا قرار هست برسیم. ایشون میگن جمهوری اسلامی مثلا فرض کنید هیچ چیزی منافع ملی، مگر همین چند وقت پیش این کورس چی میگن به قول رسوایی این داستان پرونده این ترور دانشمندای هستی مگه رو نشد؟ و هم سر داستان یک جدلی که بین سازمان اطلاعات سپاه بود و وزارت اطلاع بود، یکی از محدود اتفاقات یا در بارهایی که اینها این حرکت‌هاشون این کارهاشون رو شد این بود که چند نفر آدم، بیش از 40 نفر آدم رو گرفته بودن بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی، اینا رو اونقدر زدن، پای اینا رو شکستن، دنده‌هاشون رو شکستن، خانواده‌هاشون تهدید کردن فقط به خاطر که بیان در تلویزیون و اعلام بکنن که ما مجرمی، ما قاتلیم. دعوای پیش بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات میفته، سازمان اطلاعات سپاه میاد میگه ای بعد اینجوری میشه، تای داستان در میاد و بعد اینها اینقدر که این داستان باز میشه و میشه مجبور میشه بیان خودشون. حالا آقای صادقی نماینده مجلس میاد میگه اصلا ما هیچ گونه ردی از کسایی که دانشمندان هستی رو ترور کردن نداریم. نماینده مجلس هست و در ارگان های امنیتی هم دستی داره. این یه چشمشه، فقط این یه چشمشه که رو شده. چند نفر مثل اینا الان تو زندان هستن و همین بازی داره اتفاق میفته درش. خب این یک جایی میز لنگ قضیه. بعد شما عرض میکنم تمام با بالای 99% این اعتراف های تلویزیونی که آمدن این بدبخت ها رو نشوندن روی صندلی و از اینها اقرار گرفتن و اینها رو در واقع در این فشارهای عجیب و غریب اینها رو وادار کردن که بیان حرف بزنن و یک ادعاهایی که نبوده اصلا 99%ش همین بوده. من نمیدونم این دوست عزیز خوب البته مشخص است اینها از کجا و چرا دارن این حرف میزنن، اما واقعا چرا اینها شدن کور خودشون و بینای بقیه؟ چرا میان اینجا میگه آقا اصلا فرض کن عربستان سعودی اصلا بدترین حکومت، ما رو چه سنم، ما ایرانی هستیم، فرزندان ما قرار است در این خاک زندگی بکنن، ما قرار است این خاک افتخار بکنیم. این نوع استدلال کردن عرض کردم دقیقاً برمیگرده به همون شیوه نادرست تربیت ما، شیوه نادرست جامعه آموزی، در واقع آموزش ما که به ما فکر کردن رو یاد ندادن. اگر این آقا میتونست فکر بکنه میتونست منصفتر باشه و اگر منصفتر بود هیچ وقت نمی آمد چونین در واقع زایه و چونین در واقع بی پشوانه یک سری ادعای بکنه سری که بالای 10 دقیقه چیز بکنه مثلا یک مغلطه بکنه بره دنبال کارش. این اتفاق نمی افته. شما در جامعه‌ای که آموزش درستن شهروندانش اصول اخلاقی و اصول در واقع اجتماعی رو بهتر یاد بودن، وجدان در اون جامعه بسیار بسیار پررنگتر هست. کسی که در ساعت 2 نصف شب در یک خیابونی در یک روستایی در آلمان، من به چشم خودم دیدم در یک روستایی در آلمان 2 نصف شب که مرغی پر نمیزد چراغ قرمز میشه، فقط همین ماشین است اونجا وای میسه 2 دقیقه تا چراغ سبز حرکت کنه. این وجدان حاصل یک کار، یک دلسوزی است، یک آموزش خوب است. اونها کسی مثل آقا ندارن و از این چیزهایی دفاع کنن که از سر تا ته همش دروغ هست. شاید منافع یه موردی رو این دوستمون آقای فرشید گفتن منافع ملی شاید تو ایران متفاوته و این تفاوته احتمالاً همون ایدئولوژیکه، یعنی در واقع همون ولایی نگاه کردن به منافع ملی ایران هست
ولایت مدار بودن، شاید این عامله که ما الان زندان هامون پر از گروگان های اهل سنت هستند. یک چیزی بگم، حالا من رو همین منفعت ملی میخواستم صحبت. بله در دوره این آقای، اولا که منفعت ملی اسمش ملی هست دیگه، یعنی کی باید این منفعت رو تعریف کنه؟ من و شما شهروندان ایران باید تعریف بکنن. ما باید تعریف بکنیم چی رو میخواهیم و چی رو نمیخواهیم. ما کسی رو اونجا چیز نداریم که اونجا بشینه اون بالا دست و بچه عقل کل دانای کل را بگه شما باید فلان چیز رو بخواهید فلان چیز رو نخواهید. یه و بعد شما زمانی منافع ملی به اون تعریف که ایشون میخواد یا تعریف کنه وجود داره که شما حکومت یا دولت ملی و دولت منتخب مردم داشته باشین. اگر من دولتی داشته باشم، حکومتی داشتم، رهبری داشته باشم که هر چند سال آزادانه تو بری رأی بدی، یک حکومتی، یک دولتی بیاد سر کار و این دولت آزاد باشه که بر اساس اون نیاز من شروع کنه منفعت ملی رو تعریف کردن و ایجاد بکنه، من میگم سمم تا وطن. اگه جای برخلاف نظر من بود من میپذیرم، چون این دولت و حکومت منتخب مردم من هست. اما دولتی که با هزار دوز و کرک انتخابات در واقع دو نفر آدم رو میفرستن، حکومتی که در رأس اون یک آقایی هست که این آقا تا بادام اون قرار رهبر بشه، آقایی که میاد در واقع کل مجموعه کشور رو در خدمت خودش و گروگان خودش میگیره، اقتصاد و امنیت و همه چیز رو گروگان خودش میگیره که بتونه از اون کرسی رهبری خودش، از اون قدر قدرتی خودش حمایت بکنه و حفاظت بکنه، این چجوری میخواد به منفعت ملی من و جناب محمودی آخه تعریف کنه؟ این حرف خنده‌داریه به خدا. خب امیدوارم که یه روزی حل بشه، امیدوارم که یک روزی این آزادی و این منافع ملی واقعا منافع ملی باشن و ما براش جون بدیم. خیلی خیلی متشکرم استاد نخلمدی از صحبت‌های گرانقدرتون، از توضیحاتتون، از شبتون بخیر. متشکرم از شما و از دوستان و بینندگان عزیز برنامه رودرو، شبانگی شما بخیر. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزاریم که ما همراه بودید. از دوست عزیزم آی فرشید که تماس گرفتن هم خیلی متشکرم که موضوعی رو گفتن که شد راجبش یکم باز کنیم مبحث رو و نتایج بهتری از گفتگومون بگیریم. تا دیدار دیگه، الله یار و نگهدارتون.